سلام بر همگی. داستان این پنل از اونجا شروع شد که آقای مادرشاهی و دوستان من تو آلمون شیشه از من سوال کردن که چطوری کارفرما رو راضی کردی که این نما رو انجام بده. راستش تا قبل از اون خود منم خیلی بهش دقیق فکر نکرده بودم، ولی بعد از یکمی دقیق شدن مسئله و فکر کردن راجع بهش به این نتیجه رسیدم که خب خیلی کار سختی بوده، خیلی چالش بزرگی بوده. یه روزایی بوده که ما مطمئن بودیم که کارفرما پذیرفته که ما نمامون یه نمای بتون پیساخت است، و ولی بعد هفته بعدش یهو می‌دیدیم که نظرش رو عوض کرده و نما تصمیم گرفته سنگ بشه. هفته بعدش می‌رفتیم می‌گفتش که چطور سیمان کنیم نما رو، هم هزینه‌اش کمتره، سرعتش بالاتره. خلاصه برگردوندن کل این قضیه به دوباره مسیر اصلی خیلی کار سختی بود. توی همین پروژه که شما ملاحظه کردین که آقای اناری هم توضیحاتش رو مبسوط خدمت شما ارائه کردن، ما در واقع چالشی که با این کارفرما داشتیم به این صورت بود که براش خیلی مشکل بود که به چه دلیل باید این نما رو با این کیفیت اجرا کنه، و ما همواره فکر میکردیم که در واقع این رابطه‌ای که ما با اون ایجاد کردیم یکی از رولای مهمیه که ما توی این قضیه سهم داشتیم. وقتی که برگشتیم یه ذره به دقیق‌تر به مسئله نگاه کردیم، دیدیم که پروژه‌هایی رو که معمولاً ما داشتیم همیشه اینطوری بوده که از یه کارفرمایی که قبلاً یه پروژه دیگه ازش داشتیم به ما رسیده. یه کارفرمامون ممکن بود که به تدریج از یه پروژه شروع کنه و بعد اینا به تعدادش تعداد زیادتر میشد، یا کارفرمای بعدی 4 تا پروژه داشت به ما به تدریج داده بود، یه کارفرمای دیگه 3 تا. و بعد که بهش دقت کردیم متوجه شدیم که در واقع این مسئله چطوری ایجاد شده، و رسیدیم به این نتیجه که ما مسئلهمون در واقع اعتماد سازیه. اگر که کارفرمایی به ما اعتماد داشته باشه میتونه بر در واقع پروژه های بعدی رو به ما ارجاع بکنه. مسئله که داره اینه که میتونه ارتباط بهتری رو با ما داشته باشه. اگر که یه چالشی توی پروژه ایجاد بشه، در واقع اون شخصیه که چون اعتماد به ما داره میتونه این چالش رو برطرف کنه، و خودش اگه کار ما بر اساس اعتماد انجام شده باشه و اون به کار ما اعتماد داشته باشه، میتونه در واقع این پروژه نقشش این باشه که مشتری‌های بعدی رو برای ما بیاره. و اعتماد در واقع مضمون همیشگی برای همه روابط اجتماعی، چیزی که ما الان در واقع توی این جامعه فاقد این مسئله هستیم. و اگه میخوایم که اونا به ما اعتماد کنن، ابتدا ما باید به اونا اعتماد کنیم. سوال بعدیمون اینه، چطوری باید به کارفرما ما اعتماد ایجاد کنیم؟ در واقع باید یه زبان مشترکی برای ارتباط پیدا کنیم، و این زبان مشترک کار مشکلیه، چون خیلی از کارفرماهای ما کارفرمایی هستن که تخصصی تو این زمینه ندارن، و همیشه به این صورته که ما یه چیزی میگیم و اونا یه برداشت دیگه ای از قضیه ممکن داشته باشن. در نتیجه صورت روشن کردن صورت مسئله کار بسیار مهمیه. توی همین پروژه در واقع ما از روش‌های مختلفی برای ارتباط با کارفرما استفاده کردیم. ما با استفاده از نرم افزارهای مدل سازی، با ماکت، با انیمیشن، با هر نوع اطلاعات گرافیکی که فکر می‌کردیم زبان رو می‌تونیم ساده‌تر کنیم، سعی کردیم با کارفرما ارتباط برقرار کنیم و اونو توی در واقع مسائل دخیل کنیم. این کارفرمایی که ما تو این پروژه داریم خیلی آدم دقیقی اتفاقا، خیلی ریزبینه، و از اوایل پروژه اینطوری بود که از ما سوال میکرد در مورد نحوه نصب، آیا این وابستگی به سایر مساله یا ارتباطا با کسی با بقیه دیسیپلین های کاری رو ایجاد میکنه، هزینه‌اش چقدره، و ما مجبوریم همیشه یه در واقع جواب آماده‌ای برای این کارفرما داشته باشیم. یکی از روش‌هایی که ما داشتیم این بود که در واقع می‌تونیم این برای ایجاد یه ارتباط مناسب ما مسائل ساده سازی کنیم یه طوری که اون قابل درک باشه براش. خیلی از کارفرمایی هستن که زبان معماری رو نمی‌شناسن، حتی خوندن نقشه براشون کار مشکلیه. ما حتی کارفرمایی داشتیم که توی یه آدم متخصص سازه بوده، ما نقشه رو بهش نشون دادیم، بس جلو میرفته توی جلسه، ولی بعد تازه ما بعد از یه مدتی متوجه شدیم که اصلا پلان متوجه نشده، ویدو فکر میکرده یه فضای پره،
و ما بعد از اینکه سه بودی‌ها رو بهش نشون میدیم تازه متوجه میشه که اینجا یه فضای دیگه است. در نتیجه زبانی که انتخاب میکنیم برای انتخاب با کارفرما خیلی مهمه و ما سعی میکنیم توی پروژه کنار کارفرما قرار بگیریم نه روبروش و سعی میکنیم که چالش‌های کار رو با هم طی کنیم. درخواست کارفرما یه چیز از ما، چیزی که ما دلمون میخواد انجام بدیم که یه کار خلاقه است، یه کار جدید و نوعه، یه چیز دیگه است، سازه میاد و تأسیسات میان هر کدومشون یه چیزی به پروژه اضافه میکنن و در نهایت قوانین، استانداردها، ضوابط مسائلی هستن که یه چالشی رو در طول کار بر ما ایجاد میکنن و همه اینا چالش هایی که در طول مدتی که ما با کارفرما در ارتباط هستیم وجود داره، ولی ما باید سعی کنیم که مقابلش قرار نگیریم، کنارش قرار بگیریم و هدایتش کنیم به اون سمتی که میخواییم. ما باید تأثیر خوبی روی کارفرما داشته باشیم و خیلی وقتا میدونیم که الان شرایط بدیه به لحاظ اقتصادی، نگفتن خیلی کار آسونی نیست، برای اینکه پروژه هایی به ما معرفی میشن مجبور به انجام پروژه هایی میشیم که خیلی وقتا تمایل نداریم یا فکر میکنیم صحیح نیست. پروژه هایی داشتیم ما که کارفرما به ما سفارش یک پروژه تجاری رو داده و ما بعد فکر کردیم که بعد از تحقیقات و بعد از در واقع مطالعات اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که اصلا شاید درست نباشه این پروژه انجام بشه و اینو با کمال صداقت اومدیم بهش گفتیم. ممکنه کار رو از دست داده باشیم ولی کارفرما رو از دست ندادیم. تو همون پروژه‌ای که ما این پیشنهاد رو دادیم کارفرما دو تا پروژه بعداً به ما ارجاع کرد و این نشون میده که ما اعتمادش رو جلب کردیم. و ما میدونیم که همیشه بودجه کارفرما محدوده و طرح ما یه طرحیه که ممکنه پروژه رو گرون بکنه و ولی باید در طول مسیر ما اونو هدایت کنیم، راهنماییش کنیم تا بتونه با ما در یک مسیر و یک خط فکری قرار بگیره، چون در نهایت اونه که برنده است. یه کار خوب، یه طرح خوب باعث میشه که سرمایه گذاریش از بین نره. ما باید توی کارو خلاقیت داشته باشیم. تو کلن تو این دوره معمولی کار کردن رو به فناست. یعنی اگر کسی فکر کنه که من یه کار عادی معمولی انجام میدم تو این بازاری که رقابت زیاده و کارها تعدادش کمه، شما اگر که کارتون خلاقانه نباشه و اگر کارتون خاص نباشه این کار پروژه رو ممکن از دست بدیم. و کار ما اینه که به کارفرما اون چیزی رو بدیم که حتی به خوابش هم نمیدیده. موضوع بعد اینه که ما باید پتانسیل تغییر موضوعات رو در نظر بگیریم. کارفرما یه آدمیه که در واقع تخصصی نداره، فقط یه خواسته ای داره، یه صورت مسئله ای داره. این صورت مسئله رو باید در واقع به بهترین وجه ما براش روشن کنیم. خیلی وقتا جوابهایی که در طول پروسه دیزاین ما بهش میرسیم صورت مسئله رو کاملا تغییر میده، مسیر رو عوض میکنه. توی این پروژه ما کارفرمایی داشتیم که اول یه پروژه تجاری ورزشی از ما میخواست، ولی بعد که کمی جلوتر رفت و مطالعات اقتصادی نشون داد که یه مرکز تجاری داره نزدیکش ساخته میشه و این پروژه کلن عوض شد، صورت مسئله شد ورزشی، تبدیل شد به این. و ما باید این در واقع پتانسیل رو داشته باشیم و این انعطاف پذیری رو داشته باشیم که خواسته های کارفرما رو بپذیریم، چون میدونم خیلی وقت آدم کار میکنه، زحمت میکشه، وقت میذاره، ولی مسئله من اینه که در نهایت چیزی رو باید بهش بدیم که اون تقاضا داره و بازم تاکید میکنم که باید در کنارش قرار بگیریم. ما توی در واقع این پروسه سعی میکنیم که آرام آرام جلو بریم و مقاومت کارفرما رو به تعامل تبدیل کنیم. خیلی از کارفرماها در مقابل تغییرات موضع‌گیری میکنن یا در مقابل بعضی از پیشنهادا، مثل همین پروژه‌ای که ما در خدمت آقای مادرشاهینا توی پروژه پالیزی در خدمتشون بودیم، کارفرما با بتونی کردن، بتونی پیش ساخته کردن واقعا موضع داشت، ولی ما بارها شده بود که صحبت کردیم، دلایل منطقیش رو ارائه کردیم، با هم دیگه رفتیم کارخونه های سازنده رو دیدیم، نمونه های ساخته شده رو در جاهای مختلف بررسی کردیم تا بالاخره راضیش کردیم که این روش درست‌تر و منطقی‌تری برای انجام پروژه است. یا توی همین پروژه ما در واقع سازه این پروژه در واقع به گونه‌ای که ما کنسول‌های بسیار بزرگی داریم،
دلمون نمیخواستش که در اون فضای باقی که در طبقه چهارم این ساختمون ایجاد کردیم فضایی باشه که به وسیله ستون محصور شده باشه و کارفرما در واقع با این مسئله خیلی مشکل داشت، چون هزینه های اجرایی رو خیلی میبرد بالا، طراحی سازه رو بسیار پیچیده میکرد، ولی در نهایت در یه پروسه 5-6 ماهه بهش قبولوندیم و با طراحی سازه و با طراحی معماریمون مجابش کردیم که این تر بهتره که بدون ستون اجرا بشه و با کنسولای بزرگ اجرا بشه، چون کیفیت فضایی بهتری رو ایجاد میکنه. و در نهایت ما باید یه حس خوب در کارفرما ایجاد کنیم. این در واقع شرایطی که ما برای هر نوع رابطه ای نیاز داریم که بهش داشته باشیم. ما به کارفرما اجازه دخالت توی کار رو میدیم، نه به معنای اینکه اون ما رو هدایت کنه، بلکه احساس کنه که در پروسه دیزاین، در پروسه کار دخیل کارفرماها هزینه های پروژه رو میدن، ولی دلشون هم میخواد در این حال در طول پروژه همراه شما باشن. ما در سعی میکنیم که توی برنامه زمانبندی پروژه خوشقول باشیم. معمولا اینطوریه که ما معمارا خیلی علاقه داریم که طول مسیر پروسه دیزاین رو خیلی کشدار میکنیم، هممون همینطوری هستیم و معمولا هم به یکی دوتا طرح قانع نمیشیم، ولی اگر که ما سر موقع کاری رو که نیازه که تحویل داده بشه به موقع انجام بدیم، کمک میکنه که در ارتباط بعدیمون، در چانه‌زنی های بعدیمون، در تعامل بعدیمون با کارفرما دستمون باز باشه. ما در واقع شاید به نظر یه ذره عجیب بیاد، ولی با دست و دلبازی خدمات مازاد هدیه میکنیم. من نمیگم که در واقع انجام میدیم، من میگم هدیه میکنیم. و دلیلش هم اینه که ما وقتی که این کار رو انجام میدیم و کارفرما احساس میکنه که شما یه کاری رو اگر انتظارش 100 بوده شما 120 انجام دادین، یا اگر 2 تا گزینه از شما میخواسته شما 4 تا گزینه بهش دادید، اعتماد بیشتری به شما میکنه و در واقع با این کار ما جایگاه خودمون رو به یه مهره غیرقابل جایگزین تبدیل میکنیم و با این کار در واقع گارانتی کارهای بعدی رو انجام میدیم، چون با تجربه‌ای که کردیم همیشه کارفرماهامون کارهای بعدی رو به ما ارجاع کردن و این نشون دهنده اینه که به ما اعتماد داشتن از روش کارمون، از کیفیت کارمون. و شما وقتی که با یک کارفرمایی یک بار کار میکنین و اعتمادش رو جلب میکنین، مسیر بعدی کلن راحت تره. البته فکر کنم همه شما الان فکر میکنین که ما حق و زحمه هامون الان اینقدر کمه که چطوری بیایم خدمات مازاد احتیاج ارائه کنیم، ولی واقعیتش اینه که شما در واقع دارین پسنداز میکنین برای کار بعدیتون و این ارزش بسیار زیادی داره. چه کارفرمای کارفرمای خوبه؟ واقعا کارفرمای خوب چه کسی؟ آیا کسیه که به شما کار رو تحویل میده و آخر سر کار رو میاد از شما تحویل میگیره؟ من به نظرم اینطوری نیست. در واقع کارفرمای خوب از نظر من کارفرمایی که خوبه که چالش ایجاد میکنه، مسیری رو ایجاد میکنه که شما با همدیگه اون مسیر رو طی میکنید و شما رو به مبارزه میطلبه، شما رو به خلاقیت وامی داره. یه کارفرمای خوب کارفرماییه که جسور، شجاعه و شما در واقع اون رو همراه میکنید به اینکه به نتیجه خوب برسه. ما کارفرماهای مختلفی تو پروژه های مختلف داشتیم. بعضی از کارفرماهامون یه نفر بوده و سابقه هم توی در واقع انجام این پروژه ها نداشته، یه شخص حقیقی بوده اومده کاری رو ارجاع داده به ما و ما کار رو براش انجام دادیم و اطلاعاتش در مورد پروژه خیلی کمه و روش انجام کار، روش کار نمیشناسه، مساله رو نمیشناسه، کیفیت رو نمیشناسه، دیزاین رو نمیشناسه. تو اینجور مواقع ما سعی میکنیم همه مسیر رو براش روشن کنیم و همه چیز رو تعریف کنیم براش تا اون بتونه با ما توی این مسیر همراه بشه. بعضی موقع هم کارفرماهامون اشخاصی هستن که از پروژه‌های قبلی اومدن یا خودشون که پروژه‌هایی رو انجام دادن که کار کردن معمولا با این پروژه با این آدما راحت تره، چون قبلا با در واقع این مسیر آشنا شدن. و گاهی اوقات ما با هیئت کارفرماها روبرو هستیم. پروژه‌های بزرگ معمولا این اتفاق میفته و هیئت کارفرماها مسئله‌شون اینه که
چندین آدم مختلف هستن با سلایق مختلف، خودشون هم بعضی موقع ها با هم هم نظر نیستن. تو این جور مواقع ما سعی میکنیم که با دست پر توی جلسات شرکت کنیم، اطلاعاتمون اطلاعات کامل و دقیقی باشه تا بتونیم در واقع جواب سوالای اونا رو همیشه داشته باشیم. یا اینکه کارفرماهامون کارفرماهای دولتی بودن که پروژه بزرگی بوده، در طول سالیان ممکن بوده اصلا خود کارفرما و نماینده‌هاش عوض شده باشن، خب اون موقع کار خیلی چالش برانگیز میشه. تو این جور مواقع اگر که ما به روش رو درست عمل کنیم، در واقع ما به خاطر اینکه مهره‌ای هستیم که از ابتدا در داخل پروژه بودیم، اطلاعاتمون از سایر در واقع گروه ها بیشتره. اگر که مسیر درستی رو انتخاب کنیم، ما در واقع بازم به یه مهره غیر قابل جایگزین تبدیل میشیم. اطلاعاتمون در واقع در حکم بایگانی رو داره و پروسه و مسیر دیزاین رو در واقع به اون سمتی که خودمون میخوایم میتونیم هدایت کنیم. بعضی موقع هم کارفرماها خودشون وقت ندارن یا اطلاعات ندارن، یه نفر دیگر جای خودشون میذارن. به نظر من سخت‌ترین قسمت اینه که شما یه شخص سومی رو وارد این مسیر میکنن که قطعاً شما باهاش به چالش برمیخورین. چرا؟ چون کارفرمای شما یه سلیقه‌ای داره، یه نقطه نظری داره، یه هدفی داره، نمایندش خودش صاحب نظره، شما هم مسیر خودتون رو دارین. در واقع ارتباط شما و با کارفرما اینجا دوچار فاصله میشه، یه گپ ایجاد میشه اینجا که معمولاً اثر خوبی نداره. کاری که ما پیشنهاد میکنیم اینه که اگر که نماینده کارفرما بین شما و کارفرما قرار گرفت، شما سعی کنین که ارتباط بین این دو گروه رو در واقع کم بکنین و جلسات بیشتری با کارفرمای اصلی بذارین که مسیر رو به سمت درست هدایت کنین، نرین جلو و دوباره برگردین عقب. سخت‌ترین قسمت قضیه اینه که ما کارفرمایی داریم که بهره بردار واقعیمون نیست. خیلی از کارفرماها خودشون سفارش دهنده کارن، هزینه‌های پروژه رو تعمیم میکنن، سلیقه دارن، اعمال نظر میکنن، ولی در واقع اینو برای خودشون نمیخوان، برای یه گروهی میخوان که بهره بردار هستن، مثل خیلی از بیمارستانها، خیلی از در واقع مجتمعهای سکونتی و خیلی از پروژه‌های دیگه مثل هتل‌ها که ما بارها توی پروژه ها با مسائلی برخورد کردیم که صورت مسئله رو داده کارفرما و بعد به خاطر در واقع این که خودش بهره بردار نبوده، پروژه تموم شده و بهره بردار اومده تغییراتی در پروژه داده. خب این خیلی اشتباهه. توی این جور مواقع بهتره که کارفرماها و بهره بردار سعی کنیم که ما بهره بردارا رو بهتر بشناسیم و یا طرحمون رو اینقدر منعطف بکنیم که بتونیم پاسخگوی اون نیازها باشیم. یه پروژه‌ای داشتیم ما که یه مرکز تجاری رو توی مشهد طراحی کرده بودیم و کارفرما به خاطر در واقع تامین هزینه‌های پروژه اومده بود یه تعدادی از این مغازه‌ها رو فروخته بود با اندازه‌ای که در واقع مطالعات اقتصادی امکان سنجی کرده بود و اجرا کرده بود. اتفاقی که افتاده بود، پروژه طولانی شده بود، 4 سال 5 سال مسائل عوض شده بود، بازار تغییر کرده بود. کارفرما از این که اومده بود توی بهترین نقاط فرزن اون مجتمع تجاری مغازه‌ای رو با ابعاد 16 متر مربع یا 20 متر مربع فروخته بود پشیمون شده بود. تو این جور مواقع ما پیشنهادمون اینه، طرح باید انعطاف پذیر باشه، باید قابلیت اینو داشته باشه که در شرایط زمانی مختلف با امکانات کارفرما وقتی که تغییر میکنه اینو خودشو ادپته کنه و خودشو بتونه تغییر بده. ولی در هر صورت چالش بسیار بزرگیه. و در نهایت ما توی جامعه‌ای که الان حضور داریم و یه شکاف بزرگی توی اعتماد بین همه جامعه ایجاد شده، به نظر من مهمترین کار ایجاد اعتماده و اعتماد سازی مهمترین نقشیه که ما به عنوان یه معمار میتونیم با کارفرما داشته باشیم. ممنون از حوصله‌تون. متشکرم.